عشق آمد جایی چنکار نیست، عشق را اندازه و مقدار نیست. با طلوع آن که می دیدم به خواب، عشق آمد در رکاب آفتاب. آبگیر کهنه شالیزار شد، جنگل از خواب سحر بیدار شد. عشق باید تا کم از کمتر شوی، گر بگیری دود و خاکستر شوی. نوع دیگر، تیره دیگر شوی، بشکفی بر آب و نیلوفر شوی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عاشق و ارجمند. آقای امیر درخشان برنامه رو اداره میکنه، سیمان از سپاسگزارم، همینطور از لطف شما همیاران عزیزم. از وان خبرهایی که میرسه، خبرهای چندان خوشایندی نیست. غم دنیا رو گرفته، حرف مجدود ابن عالم خیلی شنیدنی است، یعنی سنایی که میگه اگر غم را چه آتش دود بودی، جهان تاریک شد جاودانه. واقعا حرف به جایست که اگر غم دودناک بود، امروز ما آسمان رو نمیدیدیم، دودش تمام جهان رو فرا میگرفت. اگر غم را چه آتش دود بودی، جهان تاریک گشتی جاودان. خب امروز برنامه جالبی داریم، اجازه بدید که به منزل نخست از برنامه بریم. به سراغ کی بریم؟ به سراغ یک اندیشمند، استاد دانشگاه در رشته فیزیک نظری. همینان عجبندم، با کی هستیم؟ با دکتر علی نیری، استاد دانشگاه و کارشناس رشته فیزیک نظری، که از شخصیت های فوق‌العاده قابل علمی که من بهش مباهی مفتخرم به عنوان یک دوست. دکتر نیری عزیز، درود بر شما. میدونم از دانشگاه آمدید یا نه؟ بله درسته، درود به شما آقای میبودی عزیز و بینندگان گرامیتون و همینطور امیر درخشان، کارگردان فنی برنامه‌تون. سر خوشحالم مجددا شما. دکتر نیری، قبل از که وارد بحث خودمون بشیم، این اتفاقی که در پاریس افتاد، خب اصلا دنیا رو شوکه کرده. فرانسوی‌ها که در بخت و حیرت و مخصوصا جامعه دانشگاهی، روزنامه نگاران، هنرمندان، عکس العمل‌ها، خیلی در این حال که وحشتناک بود، باز خیلی امیدوار کننده بود که همه ناگهان به هم جوش خوردن، پیوند خوردن در برابر قضیه‌ای که به دوران توحش واقعا برمیگرد. میخوام نظر شما رو جویا بشم. واقعا باعث تأسف جناب آقای میبودی. من فقط فکر میکنم که مسئله‌ای که باید در نظر داشت این است که عمده مسلمانان و مسلمان زادگان دنیا به هیچ وجه هواخواه و هوادار این نوع کارها و رفتارها نیستند. باید هم به نظر من مردم اروپا و هم سیاستمداران اروپا از خودشون درایتی رو به خرج بدن که در دام این گروه خشن افراطی مذهبی نیفتن، برای اینکه به نظر من میاد چون اینها حمایت عمده مسلمانان رو ندارن، تلاششون بر این هست که بتوانن به یک نوعی مسلمانان کشورهای اروپایی رو به انزوا بکشونن و به خاطر فشار بیشتر دولت‌های غربی اونها رو به عکس العملی وادار بکنن که در جهت خواسته‌های این گروه افراطی باشه که در اقلیت مطلقن. البته همیشه یک ایراد بزرگی به جامعه بزرگ مسلمانان دنیا وارده و اون این هست که چرا اونها عکس العمل‌هایی از خودشون نشون نمیدن، چرا اونها واکنش‌هایی نشون نمیدن، چرا اونها در تظاهرات های بزرگ محکوم نمی کنن حرکاتی از این دست و از این نوع رو. به باور من پاسخش برمی گرده به زمین های فرهنگی خود مسلمانان در کشورهای اسلامی یا کشورهایی که به هر حال اسلام به عنوان دین رسمی و به عنوان یک حکومت داره، یعنی به عنوان یکی از دینهای رسمی کشور هست و به هر حال غالب جمعیت کشور رو هم مسلمانان تشکیل میدن.
متاسفانه بعضی از اندیشمندان در کشورهای غربی سعی میکنن توجیهاتی رو انجام بدن در این زمینه، آقای رضا اصلان به طور نمونه. به نظرم پاسخ این مسئله برمیگرده به نوع حکومت این کشورها. مسلمانان تقریبا میشه گفت غریبه به اتفاقشون بسیار از سیاست گریزانن. شما ببینید کمترین مشارکت های سیاسی، اجتماعی، مدنی رو مسلمانان در سراسر دنیا دارن انجام میدن به علت سرکوب های وحشتناکی که در کشور خودشون هم داشتن. اینها حتی وقتی که در کشورهای دیگه هم میرن این حالت سیاست گریزی رو همچنان ادامه میدن و حتی به نسل های بعد از خودشون رو هم ادامه میدن، در صورتی که آمارها در مورد مسلمانان فرانسه چیز دیگه ای رو داره میگه. برعکس اون چیزی که شاید خیلی ها تصور کنن، عمده مسلمانان فرانسه سکولارن، بچه های اینها اصلا علاقه ای ندارن که اسلام رو بخوان حتی در زندگی روزمرهشون اجرا بکنن. نمونه این نوع نسل مسلمانان زین الدین زیدان بود، فوتبالیست مشهور، فوتبالیستی که حتی در ایران جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کرد او رو به عنوان یک قهرمان اسلامی جلوه بده، ولی وقتی که متوجه شدن خود زیدان هم مشروب میخوره هم اعتقادی به باورهای دینی نداره، بعدا اون رو مورد دشنام قرارش دادن. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که این اکثریت خاموش باید یک زمانی از پوسته خودشون بیان بیرون، وگرنه ممکن هست که در آینده بسیار خطرناکی در این آخرین تقلای افراطیون این مذهب، چون افراطیون مذاهب دیگه شانس خودشون رو داشتن و خوشبختانه حداقل در دنیای مسیحیت در دوران گذار از سنت به مدرنیته ما این دوره ها رو پشت سر گذاشتیم و همین در آمریکا هم میدونیم یک ارتشی هست به نام ارتش خدا که این ارتش مسیحیون افراطی هستند که اعتقاد دارن کلینیک ها، بیمارستان هایی که متعلق به سقط جنین هست رو باید منفجر کنن. یعنی این توجیه رو برای خودشون قائل میشن، برای اینکه جنینی سقط نشه اشکالی نداره که ما تمام پرستاران و پزشکان اون کلینیک رو با یک بمبی منفجر کنیم، ولی اینها در اقلیت کاملن و بعد هم جامعه مدنی جامعه است که در مقابل اینها واکنش نشون میده. من امیدوار هستم که جامعه مدنی مسلمانان هم از این انزوای سیاسی بیرون بیاد و نشون بده که قاطبه مسلمانان اصلا پشتوانه این نوع حرکات نیستن، که در عمل هم نیستن. واقعا این گروه داعش، القاعده در اقلیت مطلقن. اما اگر دنیا به سمت دو قطبی شدن بیشتر پیش بره، من متاسفانه شرایط رو خیلی بد میبینم، برای اینکه وقتی فشار روی یک جامعه زیاد باشه و احساس کنه از اون جامعه ای که بهش پناه آورده و به عنوان مقصد خانه جدید برگزیده فشارها بیشتر بشه، اون موقع شاهد این خواهیم بود که شما یک احساس بی‌هویتی خواهید کرد و میرید دنبال اون هویتی که ازش گریختید، یعنی همون هویت اسلامی، و این میتونه دو مرتبه به تشدید این نوع به اصطلاح تضادها بی انجامه و نهایتا ما با یک اصطلاح جنگ صلیبی مدرن مواجه خواهیم شد. کاملا به شما موافقم، ترجمه همین رو میگه، این خود مسلمان ها هستن که الان باید بلند شن قیام کنن علیه این گروه های تندرو و آدم کش و تبهکار. دو نمونه زنده داریم، یعنی چند نمونه ولی دو نمونه فوق العاده، یکی تونسه خود مردم راهی رو رفتن و برگشتن همون راه رو، متوجه شدن که دارن چه اشتباهی مرتکب میشن و سکولاریسم رو انتخاب کردن به جایی که انقلاب مذهبی رو بر بگزینن، سکولاریسم رو، و انتخابات هم برگزار کردن و تصادفاً یکی از چهرهای مشتهر به سکولاریسم رو هم در رأس قدرت نشوندن. یکی مصری ها هستن با کمک جنرال السیسی، مراکشی ها تدابیر رو به کار بستن برای اینکه جلوگیری بکنن از ظهور زمستان عربی، اردنی ها همینطور، یعنی خود مردم مسلمانن که این وسط بیان نقش مهمی بازی کنن، همجور که توصیه کرد آقای دکتر نیگری
در اروپا، در ایالات متحده آمریکا، اگر واقعا مسلمان ها مخالف این مجموعه اقدامات تبهکارانه هستند که اسباب بدنامی همه رو و بیچاره اون مسلمان هایی که سر در کار خودشون دارند، علاقه ای ندارن مذهب و دین خودشون به دیگران تحمیل بکنن، اصلا اهل تفتیش مذهبی نیستن، اینا الان قربانیان اصلی هن. اینا اصلا که امروز بچه هاشون رو نمیفرستن به مدارسشون، میترسن اتفاقی ناگواری بعد از این ماجرای پاریس بر سر بچه های اونها بیاد. توصیه دکتر نیری به نظرم بسیار هم درست و هم اساسی بود. دکتر نیری، اول پشت سرتون یه نقشه دارم میبینم توی قاب، نقشه چیه اون؟ گله آقایه. ها گله. آها آه. بس اون نه اون یه گله پس بکرده. بله گله. یه نقشه علمیه. نه نه گله. گله. خب دکتر نیری بریم بر سر بحث خودمون. حضور کنم در ایالات متحده آمریکا، خب همه ما میدونیم که پیشرفت های علمی تا چه حد بوده، مثلا در قلمرو کیهان شناسی و مسائل فضایی، اما از یه طرف دیگه هم این گریز عمومیه، مثلا جوان ها از پرداختن به رشته های علمی فنی و علوم دقیقه، یعنی الان بیشتر رفتن به طرف علوم نظری و رشته های سخت رو رها کردن. این تناقض رو چطور میشه تعریف کرد و چی میشه اگر واقعا یک روزی مثلا خود آمریکا دچار کمبود مثلا فیزیکدان بشه یا ریاضیدان یا اهل هندسه و و من باید بهتون بگم که الان در زمینه های ریاضی و فیزیک و علوم دقیقه به طوری که شما گفتین، یعنی علوم پایه، این مسئله وجود داره. یعنی یک زمانی بود که واقعا ستاره های درخشانی رو میشد در آینده بسیاری از جوانانی که به سراغ این رشته ها میرفتن دید که هر کدومشون هم ستاره های درخشانی شدن در جهان علم. امروز شما اینو نمیبینید. امروز برترین این رشته ها همه غیر آمریکایی هن یا اصالتی غیر آمریکایی دارن و این زنگ خطری است که بزرگان این رشته متوجه شدن و دارن به سیاستمداران آمریکا این رو گوشزد میکنن که باید تدابیر جدیدی اندیشید. به نظر من میاد که آمریکا را اگر به عنوان یک امپراتوری در نظر بگیریم، امپراتوری به سبک مدرنش رو حداقل، بسیار شبیه امپراتوری روم باستان هست. اگر به تاریخ روم باستان دقت بکنید شما میبینید که در 150 سال آخر این امپراتوری آنها عملا کاری رو میکردن که این روزها داره آمریکا میکنه، یعنی واردات مغزهای متفکر، دانشمندان، مهندسین، فیلسوفان، این کاری بوده که روم باستان میکرده. آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. اما تجربه تاریخی نشون داده این کار دوامی نخواهد داشت. نهایتاً برای بقای یک سیستمی که به حال ابرقدرت دنیا بوده لازم هست شرایطی رو به وجود بیاره که در واقع بومیانه شهروند اون کشور این امکان رو داشته باشن، این تمایل رو داشته باشن که به سمت این رشته ها برن. متاسفانه به خاطر سیستمی که امروز در آمریکا و به تسری در کل دنیا داره به وقوع میپیونده، یعنی مسئله سرمایه‌داری و کپیتالیسم، باعث شده که عموم جوانها بیشتر از اون که مشتاق دانش‌اندوزی و آگاهی باشن بیشتر به دنبال این هستن که از چه مسیر کوتاهی میتوان به ثروت و مالندوزی رسید. ارتباط ما یک لحظه قطع شد هم یعنی نه؟ یک لحظه ارتباط داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی نیری. ارتباط برقرار شد من شد. بله میفرمایید. حتما نقش زیادی رو ببینید در ارتباط با در واقع متاسفانه باید بگم نقش مخربی که هالیوود داره بازی میکنه. یعنی زندگی هایی رو ارائه میده که عملا با اون چیزی که در جهان واقع هست متفاوته، اما خب جوان هایی که این فیلم ها رو میبینن در آرزوی رسیدن به چنین زندگی های لوکسی هستن که میدونن از مسیر سخت علم و دانش به اونجا نخواهند رسید. برای همین هم هست که اگر هم به رشته های دانشگاهی میرن سعی میکنن رشته هایی رو انتخاب کنن که میدونن در کوتاه ترین زمان میتونه برگشت مالی زیادی رو براشون داشته باشه که بتونن مطمئن باشن که آینده مالیشون تامینه.
یکی از دوستان من در زمانی که من در دانشگاه MIT بودم، یکی از دوستان من به نام دیوید کایزر، ایشون هم دکترای تاریخ علم داشت هم دکترای فیزیک از دانشگاه هاروارد. دیوید یک کاری رو که انجام داده بود برگشته بود و آگهی های استخدامی که در زمینه رشته های علوم دقیقه در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد داشت با امروز مقایسه کرده بود و از همین به اصطلاح نتیجه گرفته بود که چقدر همین نوع نگرش سیاستمداران متفاوت بوده. من خودم آقای میبودی وقتی این آگهی ها رو میخوندم آرزو میکردم در اون زمان بودم، چون مثلا آگهی های استخدامی به این شکل بود که ما احتیاج فرض کنیم به یک فیزیکدان یا یک ریاضیدان یا یک شیمیدان یا یک زیستشناس داریم و این آگهی دانشگاه ها بود. شما همچین چیزی رو الان در هیچ جایی نمیبینید. به یه استاد دانشگاهی که استخدام میشد به این ترتیب خونه چهارخوابه میدادن به اضافه هزینه سفر برای تعطیلات برای خودشون و خانواده چهار نفرهشون. چنین چیزی اصلا در هیچ جای آمریکا دیگه اصلا مرسوم نیست. خب طبیعیه، منظورم این است که مشوق های اون زمان وجود داشت که دیگه امروزه نیست و خب طبیعتا این باعث میشه که پیش بینی هایی که شده این است که تا سال 2025 عملا در رشته های علوم دقیقه هیچ نوع سفید پوست آمریکایی اروپایی تبار در رشته های علوم دقیقه در آمریکا درس نخواهند خوند. خب پیامدهاش چیه؟ پیامدهاش این است که خب آمریکا تا یک مدتی احتمالاً تلاش خواهد کرد که با وارداتی مغزهایی که انجام میده از هندوستان و چین و ایران و اروپا این مسئله رو دنبال بکنه، ولی شما زمینه‌های عقب افتادگی علمی آمریکا رو دارید یواش یواش می‌بینید که در یک زمینه‌های نسبت به اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها، چینی‌ها و حتی در یک گفتگوی دیگه که من و شما با هم دیگه داشتیم آقای میبودی گفتم حتی در زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه سلول های بنیادین stem cells ایران در دوره 8 ساله آقای جورج بوش در زمینه هایی از این رشته از آمریکایی ها جلوتر افتاده بودن، برای اینکه این پژوهش ها در آمریکا به علت باورهای دینی متوقف شده بود در دوره آقای بوش و دوره نو محافظه کاران به اصطلاح. خب به این ترتیب اگه شما نتونید اون مشوق های لازم رو درست بکنین، طبیعتاً کاری که الان کره ای ها دارن میکنن، کره ای ها بسیار موفق، منظورم کره جنوبی است، کره ای ها بسیار موفق شدن با مشوق های مالی خوبی که میدن. الان بسیاری از استادای دانشگاه کره ایرانی هن، بسیارشون هندی هن، بسیارشون حتی آمریکایی هن. این به نظر من باید زنگ خطری باشه که تا حدودی هم آقای اوباما در اوایل متوجه شدن و اشاره هم به این کردن، اما من در عمل کاری رو از ایشون ندیدم و تیمشون، با اینکه خب بسیار بودجه های تحقیقاتی بهتر شده از نسبت زمان آقای بوش، ولی ما هنوز با زمان آقای کلینتون فاصله زیادی داریم به طور مثال. برای همین میخوام بگم که اگر این ادامه پیدا بکنه گوی این رقابت رو احتمالاً آمریکا به کره، به ژاپنی ها که الان ژاپن، شما من خودم به شخصه 5 تا 6 تا دانشجوی پی اچ دی آمریکایی تبار، یعنی آمریکایی اروپایی تبار، آمریکایی سفید رو میشناسم که چون به شخصه میشناسم، شاید عده خیلی بیشتر از این باشه، ولی اینا تصمیم گرفتن که برای آینده شغلیشون به ژاپن برن و در ژاپن کار کنن علی‌رغم تمام مشکلاتی که از نظر زبانی براشون وجود داره. اینها به نظر من باید زنگ خطر باشه، یعنی نشون میده برای در آمریکا هم یواش یواش دوره فرار مغزها، اگر فعلا در مورد سفید پوستانشون حساب بکنیم، داره شروع میشه و ممکن هست که اگر وضع به همین منوال بره تا 50 سال آینده فرض کنیم آمریکا مثل بسیاری از کشورهای اروپایی اون مومنتوم و اون انرژی لازمی رو که برای جذب مغزها در دنیا داشت رو دیگه از دست بده و احتمالاً تبدیل به یک کشور معمولی بشه. تشکر. خانم نوشین و مرداد، اینا بیننده برنامه شما هستن در تلویزیون ایران فردا، دیروز داشتن با من صحبت میکردن در رادیو همراه، سوال کردن که یعنی من از شما بپرسم آقای دکتر نگیری، بعضی اینکه عکسای جالبی
منتشر شد از سوی ناسا که در فضا تهیه شده بود به ویژه توسط تلسکوپ هابل، و بعد این سیستم های عکس برداری جدید که همه حیرت انگیزن. سوالشونی که آیا تغییری در فرضیه های قبلی پدید آمده راجع به عمق فضا یا نه، عمق کیهان، یا اینکه همون فرضیه های قدیمی که همون آقان اعتبارشون حفظ کردن؟ در مورد اگر که تفکیکی رو که باید هم قائل بشیم، تفکیکی رو بین اختر فیزیک یعنی استروفیزیکس، اخترشناسی یعنی استرونومی، و کیهانشناسی کازمولوژی قائل بشیم، به این معنا که کیهانشناسی این رشته آخر بررسی کل عالم هست نه جزئیاتش، باید بگیم که به غیر از یک مورد برداشت ما که اون یک مورد هم در واقع اواخر قرن بیستم به دست اومدیم، ما نگرشمون نسبت به کل عالم تغییر نکرده. اما چرا مثلا در مورد مسائلی که به طور محلی داره انجام میشه، یعنی اون چیزهایی که داره در کهکشان ما میگذره یا در کهکشانهای مجاور میگذره، باعث شده که بسیاری از تئوری‌های مثل فرض کنید، چون من و شما با این راجبه مسئله مفصل صحبت کردیم، تئوری‌های راجبه پیدایش زمین و منظومه خورشیدی ما با علامت سوال‌های بزرگی مواجه بشه. اینها بوده، ولی در مورد کل عالم نه. در مورد کل عالم در واقع هر چیزی که تا به حال به دست اومده اتفاقا در تایید نظریه های قبلی بوده در این 15 سال اخیر، و یکی از شاید بگیم خوشحالی فیزیکدان های این بوده که تقریبا با یک قطعیت بالایی تمام اون چیزهایی که پیش بینی شده رو داریم میبینیم که مشاهده شده. برآوردی داریم از عمق کیهان؟ بله، عمق کیهان رو میدونیم، اما مسئله‌ای که هست، مثلا یکی از چیزهایی که من میخواستم بهتون بگم در مورد کهکشان ها، این که کهکشان ها ما حدس میزدیم کهکشان ها زمانی که عمر عالم حول و حوش فرض کنید که نزدیک های 1 میلیارد سال بوده، از اون به بعد هست که کهکشان ها شکل گرفتن و ستاره های اولیه به وجود اومدن. امروزه مثلا خود یکی از ایرانی های بسیار موفق، آقای دکتر بهرام مبشر و تیمشون در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، کهکشان هایی رو پیدا کردن که از این قدیمی ترن. خب این نشون میده که تئوری ساختار کهکشان ها که ما فهم میگنیم زمانی که عالم 1 میلیارد سالش بوده به بعد کهکشان ها به وجود اومدن، تئوری است که شاید باید درش بازنگری بشه. اگر کهکشان های بیشتری رو ما پیدا کنیم که قدیمی تر از اون زمانی هستن که تصور می شده، بله به این جهت می تونیم بگیم که حداقل منطقه می دونید کهکشان ها به نسبت کل عالم حکایت اتم ها رو دارن نسبت به ماها. بنابراین چون جز اجزای کوچکترین اجزای تشکیل دهنده عالم هستن، اون ساختار کلی عالم رو خیلی تغییر نمی دن. ما امروزه می دونیم با یک دقت بسیار خوبی که از عمر عالم داره 13 میلیارد و 800 هزار میلیون سال میگذره، و این عمر عالم قابل مشاهده ای ماست. چون همون دفعه که در مورد عالم‌های موازی صحبت میکردیم، من این رو متذکر شدم که عالم قابل مشاهده ما عالمی است که محدوده، به علت این است که سرعت نور محدوده. ما هر چقدر هم تکنولوژیمون پیشرفت کنه، هیچگاه قادر نخواهیم بود که فرای این فاصله 13.8 میلیارد سال نوری رو ببینیم. بنابراین این محدودیت همیشه وجود داره. عالم قابل مشاهده ما محدوده، برعکس کل عالم که نزدیک به بی‌نهایت، بسیار وسیعه، و به هیچ وجه هم ما نمیتونیم باهاشون ارتباط علیتی برقرار کنیم در حال حاضر، به علت این که قوانین طبیعت نقض میشه به این ترتیب. این هست که بله، ما میدونیم الان عمر عالم در 13.8 میلیارد ساله، و میزان قطر عالم قابل مشاهده هم 13.8 میلیارد سال نوریست. چقدر تشکر میکنم. اون 13 میلیارد به جای سال بنویسید تومن،
هزارم ضرب در هزار بکنید، مجموعه دزدی بوده که در یک شعبه بانک تجارت. من آقای میبودی بعضی اوقات میگم که قدیما میگفتن ارقام نجومیه، این روزها ما باید در علم نجوم کیهانشناسی بگیم ارقام اختلاسی و اقتصادی شده، که واقعا دیگه سرسام آور این روند اقتصادی. تشکر میکنم دکتر نگری عزیزم، تا دیدار بعد. تا دیدار بعد، خداحافظ شما.